دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد نوشته ی آنا گاوالدا ترجمه الهام دارچینیان با صدای هلیا مقصودی قسمت چهارم. داستان حقیقت روز بهتر است بخوابم اما نمیتوانم دستهایم میلرزند فکر میکنم باید چیزی گزارش مانند بنویسم به این کار عادت دارم هفته یک بار جمعه ها بعد از ظهر برای مافوقم گزارش مینویسم اما این بار برای خودم مینویسم به خود میگویم اگه همه چیز ریز بریز تعریف کنی اگه حسابی حواستو جمع کنی در آخر وقتی اون چرا که نوشتی بخونی میتونی برای دو ثانیه فکر کنی که احمق داستان کسی غیر توست و اون وقت شاید بتونی بیطرفانه درباره خودت قضاوت کنی شاید پس می نویسم لپتاپ که برای کارم استفاده می کنم روبرویم است صدای ماشین ظرفشویی در طبقه پایین به گوش می رسد. خیلی وقت است زن و بچه هایم در تخت خواب هستند میدانم بچه ها خوابند اما بیشک زنم خواب نیست او مرا میپاید میکوشد بفهمد فکر میکنم میترسد چون پیشا پیش میداند که مرا از دست داده است زنها این چیزها را خوب احساس می کنند. نمی توانم کنارش بروم و بخوابم. باید همین حالا همه چیز را بنویسم. برای آن دو ثانیهی که شاید بی نهایت مهم باشد. البته اگر از احدهش برایم. از اول شروع می کنم. اول سپتامبر 1995 در شرکت پل پریدو استخدام شدم. پیش از آن پیش یکی از رقبایش کار می کردم اما آنجا ماجراهای کوچک آزار دهنده رخ داد و روی هم تلمبار شد. مثلا یادداشت مخارج پرداخت شده با شش ماه تأخیر. یک باره همه چیز آنجا را رها کردم. تقریبا یک سال بیکار بودم. همه فکر می کردن تا از مرکز شغلهای موقتی که در آن ثبت نام کرده بودم تلفنی به من بشود از ماندن در خانه دیوانه خواهم شد. با وجود این از آن دوران خاطرات خوشی برایم به جا مانده است. توانستم کارهای تمام نشده خانه را تمام کنم. همه کارهایی که زنم فلورانس مدتها بود از من میخواست انجام دادم. همه چوب پرده ها را وصل کردم. برای اتاق کوچک خانه همما ما درست کردم. یک چمنزن برقی اجاره کردم و چمن حیات خانه را زدم. بعد سبزه های تازه زیبایی در آن رویید. اصرها لوکاس را از پرستارش تحویل می گرفتم. بعد خواهر بزرگترش را از جلوی مدرسه بر می داشتم. برای آنها اسرانه های خوشمزه با شکلات داغ درست می کردم. نه با شکلات های فوری آماده. بلکه با کاکاوی زده شده واقعی که بعد از خوردنش دور لبهایشان سیبیل های شکلاتی شکل می گرفت. در حمام قبل از لیسیدن سیبیل های شکلاتی خودشان را در آینه می دیدند. در ماه جوان وقتی دریافتم پسر کوچکم دیگر پیش پرستارش نخواهد رفت چون دیگر به سن پیش دبستانی رسیده بود به طور جدی شروع کردم به جستجوی شغلی برای خودم و در ماه اوت بالاخره یافتم در شرکت پل پریدو نماینده بازرگانی در محدوده بزرگ غرب هستم مؤسسه بزرگی است در زمینه فروش گوشت خوک و سایر محصولاتش شبیه گوشت خوک فروشی هایی که در خیابان می بینید اما در سطح صنعتی. حاصل نوبوغ پدر پیری دو جامبون با بستبندی پارچهی بود است. پارچه واقعی با چهار های سرخ و سفید. بیشک ژامبون در کارخانه تولید می شود با خوک های پرورشی کارخانه با روکش های پارچه ای معروف روستایی شکلش که در چین تولید می شود. با وجود این همین بسته بندی است که به محصولات پلپری دو شهرت بخشیده و اکنون همه مطالعات روی بازار فروش این امر را تایید می کند. هر وقت از یک خانم خانهدار که چرخ خریدش را در سوپرمارکت هول می دهد به نشان پل چه چیز را برایش تدایی می کند پاسخ خواهد داد ژامبون با بسته بندی و اگر اصرار بیشتری بورزید اینطور دستگیرتان می شود که ژامبون با روکش پارچه ای به دلیل طعم بینظیرش، یقینا عالی تر از سایر جامبون هاست. تبریک مرحبا کار ای بوده است. سود خالص سالانه فعالیت های بازرگانی شرکت به 35 میلیون می رسد. من بیش از نیمی از هفته را پشت فرمان اتومبیل که برای خدمت در اختیار دارم می گذرانم. یک پژوی 306 سی سیاه رنگ که در طرفینش سر یک خوک خندان نقش شده. مردم هیچ ذهنیتی از زندگی مردمانی که روزگارشان در جاده ها می ندارند. راننده کامیون ها و همه نماینده های کمپانی های گوناگون. گویی در جاده ها دو دنیا برپاست آنهایی که برای تفریح آمدند و ما از مجموعی از چیزها می خواهم بگویم اول از همه ارتباطی که با وسیله نقلیه داریم از نخستین اتومبیل رنوی تولید فرانسه گرفته تا نیمه یدک های عظیم آلمانی آدمی وقتی سوار پژو 306 خودمان می شود احساس می کند در خانه است. بوی خودمان را دارد. در هم و برهمی خودمان. صندلی که گویی برای نشیمنگاه ما ساخته شده. و زیاد وسوسه نمی شویم اتومبیلمان را عوض کنیم. دیگر اجازه بدهید از دستگاه بیسیم ماشین حرف نزنیم که برای خودش قلم روی وسی و اسرارا میزیست با کدهایی که کمتر کسی از آنها سر در میآورد. من به شخص زیاد از آن استفاده نمی کنم. هر روشنش می کنم. با صدای کم وقتی اوضاع کمی بیریخت باشد. همین. هرچه به خوردن مربوط می شود به کار من هم مربوط می شود. مهمانخانه های زنجیری اسب سفید، رستوران های بین راهی، ارتقاء رستوران های اتوبانی آرش، غذاهای روز نوشیدنی ها دستمال کاغذی ها. آدم هایی که از مقابلشان رد می شویم و دیگر هیچگاه آنها را نمی بینیم. همینطور پیش خدمت های زن رستوران ها که هر کدام شماره و کد خود را دارند. مانند کتاب راهنمای میشلن همه چیزشان واضح و روشن است. خستگی هم هست. خط سیرهایی بی پایان. تنهایی. اندیشه های گوناگون که همیشه تکرار میشوند و هر بار به هیچ و پوچ می انجامند. پیری نرم نرمک به سویت می آید. به تمامی دنیایی شکل می گیرد و مرزی عبور ناپذیر میکشد بین کسانی که اهل جاده هایند و آنها که نیستند. در یک کلام باید گفت شغل من بازرسی فروشگاه است. من با مسئولان تقضیه فروشگاه های متوسط و بزرگ در ارتباط هستم. در مجموع راهکارهای تبلیغ و چشمندازهای فروش را مشخص می کنیم. و نیز گروه های اطلاع رسانی در مورد محصولاتمان ترتیب می دهیم. برای من کمی شبیه این است که گویی بازوی دختر زیبایی را گرفتم و از لطف و شایستگی های او تعریف و تمجید می کنم. گویی می خواهم برایش شوهر زیبایی پیدا کنم. اما فقط نباید محصولم را جا بیاندازم بلکه باید تر و خشکش هم بکنم. وقتی فرصتش پیش آمد فروشنده ها را کنترل کنم که آیا محصولات ما را در معرض دید چیدند یا نه؟ آیا سعی می کنند محصول ما را بفروشند؟ آیا بسته بندی دقیقا مانند آنچه در تلویزیون نشان داده می شود هست؟ آیا کالباس ها دقیقا در یخچال قرار داده شدند؟ آیا در تقارهای مخصوص هستند به همان روش سنتی؟ آیا سوسیس ها خوب آویزان شدند و این گوشت های خمیر شده؟ هیچ کس به این ریزکاری ها دقت نمی کند. با وجود این همین است که پل پیریدو را از دیگران متفاوت می سازد. میدانم زیاد از کارم حرف زدم و این هیچ ربطی به آنچه باید بنویسم ندارد در ظاهر گوشت خوک می فروشم اما میتوانم به فروشگاه ها رژ لب یا بند کفش هم بفروشم آنچه دوست دارم برخورد با آدم هاست بحث و گفتگو و دیدن مناطق مختلف کشور در حرفم به ویژه مجبور نیستم تمام روز در یک اتاق کار با یک رئیس مزاحم محبوس باشم. حرف زدن در این باره نگران و مستربم می کند. دوشنبه 29 سپتامبر 1997 یک رو به شش صبح از خواب برخواستم. بی سر و صدا وسایلم را جمع کردم تا زنم قر نزند. وقت نداشتم دوش بگیرم. میدانستم باک ماشین خالی است. میخواستم فرصت داشته باشم باد لاستیک ها را هم کنترل کنم. در ایستگاه شل قهوه ای نوشیدم. از این کار متنفرم. همیشه از بوی گازوئیل که با بوی قهوه شیرین مخلوط می شود حالت تهوع می گیرم. نخستین قرار ملاقاتم ساعت هشت و نیم در پون اودمر بود. به انباردارهای کارفور کمک کردم تا ویترین جدیدی برای محصولات جدیدمان که به صورت وکیوم بندی شدهاند سوار کنند. ابتکاری که حاصل نظرخواهی از رئیس بزرگ است. شاید ندانید که او در نشان دادن سر و کله زیبایش روی بندی های ما چه پولی می گیرد. دومین قرار ملاقات برای ساعت ده در منطقه صنعتی بر آرشار پیش شده بود. کمی کلافه بودم. به خصوص که جاده را مه گرفته بود. رادیو را خاموش کردم. نیاز داشتم فکر کنم. برای جلسه ای که در پیش داشتم دلواپس بودم. میدانستم در رکاب رقیبی مهم خواهم بود. برایم چالش بزرگی بود. آنقدر در فکر بودم که چیزی نمانده بود خروجی برآرشار را رد کنم. ساعت یک همسرم وحشت زده تلفن زد. ژان پیر تویی؟ میخواستی کی باشه؟ خدای من خوبی؟ چرا اینطوری میپرسی؟ معلومه به خاطر تصادف دو ساعت سعی میکنم به تلفن همرات زنگ بزنم ولی میگن خطا اشغاله. دو ساعت دارم از شدت نگرانی دیوونه میشم. دست کم ده بار سر کار تلفن زدم اما لعنتی ها جواب نمیدادن. خیلی احمقی دست کم میتونستی به من زنگ بزنی. سب کن سب کن از چی حرف میزنی؟ تو داری از چی حرف میزنی؟ از تصادف امروز صبح تو بر آرشار میگم. مگه بنا نبود تو امروز به بر آرشار بری؟ آره؟ اما کدوم تصادف؟ دارم خواب میبینم؟ مگه تو نیستی که صبح تا شب تو ماشین رادیو فرانسه گوش میدی؟ همه مردم دارن فقط در این باره حرف میزنن حتی تو تلویزیون تصادف وحشتناکی که امروز نزدیک روان اتفاق افتاده خیلی خوب برو خیلی کار دارم از صبح هیچ کار نکردم دیگه فکر کردم بیوه شدم فکر کردم باید به زودی یه مش خاک روی تابوتت بریزم. مادرت زنگ زد، مادرم زنگ زد، وای خدا چه صبحی بود. نه متاسفم، این بار شانس نیاوردی. باید کمی دیگه صبر کنی تا از دست مادرم خلاص شی. خیلی احمقی. هی فلورانس، چیه؟ دوستت دارم. همیشه همینو میگی. خب باید چیکار کنم؟ برو شب می بینمت. اما به مادر تلفن کن وگرنه اون به جات پس میافته. ساعت هفت عصر روزنامه های محلی را نگاه کردم. وحشتناک بود. هشت کشته و شست زخمی. اتومبیل هایی که مثل قوطی نوشابه له شده بودند. چند تا پنجاه تا صد تا چند ماشین سنگین چپه شده و کاملا سوخته بودند دهها آمبولانس اورژانس روانه محل شده بود پلیس از بی و سرعت بیش از حد می گفت. از مهی که روز پیش اعلام شده بود و اجسادی که هنوز تعیین هویت نشده بودند آدمهای وحشت زده خاموش و گریان ساعت هشت شب خلاصه مهمترین خبرهای تلویزیون را گوش کردم تعداد کشته ها به نه تن رسیده بود فلورانس از آشپزخانه فریاد زد بسه خاموشش کن بیا پیش من در آشپزخانه لیوانی نوشیدیم. به خاطر فلورانس خودم رغبتی نداشتم. دیگر میترسیدم. ترسیدم. نمی توانستم چیزی بخورم. حال بکسور مستره را داشتم که عقب مانده و در مقابل حریف کم آورده است. نمی توانستم بخوابم. همسرم به آرامی نوازشم کرد شاید خوابم ببرد. دوباره به سالن رفتم. تلویزیون را روشن کردم البته بدون صدا و همه جا دنبال سیگارم گشتم. ساعت دوازده و نیم شب بود. خیلی کم صدای تلویزیون را بلند کردم تا آخرین خبر رسیده را بشنوم. نمی توانستم از لاشه ماشین های اوراق شده که در جاده پخش و پلا شده بودند چشم بردارم. چه حماقتی با خود گفتم مردم خیلی احمق هستند. بیشعورهایی که اینقدر تند میرانند. بعد راننده کامیونی بر صفحه ی تلویزیون ظاهر شد. تیشرتی به تن داشت با علامت شرکتی که در آن کار می کرد. هیچگاه چهرهش را فراموش نخواهم کرد. آن شب راننده ی کامیون گفت درسته که مه بود و مطمئنا مردم خیلی تند می روندن. اما این فاجعه هیچ وقت پیش نمی اومد اگه اون احمق برای رسیدن به خروجی برآرشار دنده عقب نمی گرفت. از اتاقک کامیون همه چیزو دیدم. دو اتومبیل کنار من سرعتشون رو کم کردن. بعد صدای به هم خوردن ماشینا رو شنیدم. انگار تو خورد کن افتاده باشن. شاید حرفم رو باور نکنید. تو آینه عقب هیچی نمی دیدم. هیچی. همه جا سفید بود. امیدوارم بعد از حرفای من این آدم رزل امشب خوابش نبره. این را خطاب به من می به من ژان پیر فاره که با لباس خواب وسط سالن خانه نشسته بود. دیروز بود. امروز همه ی روزنامه ها را خریدم. صفحه سه فیگارو چهارشنبه سی سپتامبر نوشته بود. حرکت اشتباه و مشکوک. حرکت اشتباه یک راننده که از خروجی بر آرشار دنده عقب می گرفت ریشه تصادفی است که دیروز صبح به کشته شدن نه نفر منجر شد تصادفی که در آن دهها اتومبیل به هم خوردند احتمالا این اشتباه علت تصادف اولی در جهت مخالف جاده بوده و آتش گرفتن کامیون مخصوص حمل بنزین پس از آن رخ داده. شعله ها می توانست و در صفحه سه پاریزیان فرضیه حراسناک حرکتی اشتباه بی احتیاطی یا بهتر بگوییم بی وجدانی یک راننده علت درامی است که نتیجهش توده توصیف نکردنی اتومبیل های خرد شده است و دست کم نه نفری که دیروز در جاده بر آرشار جان باختند شاهد وحشت ای به پلیس ها گفته اتومبیلی برای عبور از خروجی بر آرشار در 20 کیلومتری روان دنده عقب گرفته برای نخوردن به این اتومبیل بوده که و انگار این اخبار تمامی نداشت. لیبراسیون همان روز دو نفر دیگر در حین عبور از جاده برای کمک به مجروحین زیر گرفته شدند. در کمتر از دو دقیقه صدها اتومبیل، سه ماشین سنگین خدای من 20 متر هم از خروجی دور نشده بودم. فقط قسمت کوچکی از جلوی اتومبیل از خط سفید وسط جاده تجاوز کرد. فقط چند ثانیه این موضوع یادم آمد و دیگر همه چیز را فراموش کرده بودم. خدای من. گریه نمی ساعت پنج صبح فلورانس که دنبالم میگشت به سالن آمد. معلوم است همه چیز را برایش تعریف کردم. چند دقیقه در حالی که دستهایش را روی صورتش گرفته بود همانطور بی حرکت نشست. راست و چپ را نگاه می کرد انگار دنبال کمی هوا می گشت. بعد گفت به من گوش کن. تو چیزی نمیگی میدونی که اگه بگی تو رو به قتل غیر عمد متهم میکنن و به زندان میری و بعد اعتراف تو چه چیزی رو تغییر میده مرده ها زنده میشن چه فایده ای داره گریه کرد فلورانس به هر حال من میدونم حقیقت چیه زندگی من از دست رفت نابود شد فریاد زد زندگی تو شاید اما زندگی بچههات نه پس چیزی نمیگی من نمیتوانستم فریاد بزنم از بچه ها حرف میزنی نگاش کن این پسر کوچیک و نگاه کن خوب نگاش کن و روزنامه را به او دادم صفحه‌ای که عکس پسر کوچکی را نشان می‌داد که سرگردان در جاده بر آرشار گریه می‌کرد. پسر کوچکی که از ماشینی که خرد شده بود دور می‌شد. عکسی در روزنامه زیر عنوان حقیقت روز. اون همسن کامیله. زنم یقه ام را چنگ زد و فریاد زد هی hey, خون سرد باش دست بردار از این مزخرفات دست بردار همین حالا خفه شو از تو سوالی میپرسم فقط یکی اگه آدمی مثل تو به زندان بره چی درست میشه هان بگو چه فایده ای داره دست کم بازماندگان حادثه آروم میشن تسکین پیدا میکنه در هم رفته و ویران شده رفت شنیدم به حمام رفت و در را بست امروز صبح برای فلورانس سری تکان دادم اما امشب در خانه خاموشم هستم با صدای ماشین ظرفشویی که از پایین می آید. من از دست رفتم. از پله ها پایین می روم. لیوانی آب می نوشم. در حیات خانه سیگاری روشن می کنم. بعد بالا می روم و هر چرا نوشتم بیوقفه میخوانم می خانم تا ببینم کمکی به من می کند. اما مطمئن نیستم. اما فکر نمی کنم. پایان داستان